خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قوادان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیا، در یک چیز با هم شریکن، همه دزدند، منتها دزدی با اجازه الله، دزدی با کلاه شرعی، دزدی که جرم نداره، برای نون شبش نرفته دزدی کنه که دستشو ببرن، اومده چند میلیارد دزدیده. این رئیس جمهور میمون نژادتون که اونجا هست الان، این وقتی شهرداری بود 380 میلیارد تومان گم شد. این 3 سالی که سر کاره 70-80 میلیارد گم شده. کسی گذاشته جیبش در رفته، گم شده. این آدمی که رو زمین یه وری مثل میمون میخوابه باز، اصلا اهل دزدی نیست. 80-90 میلیارد میدزده. یک عده دزد دور هم جمع شدن، حکومتی درست کردن به نام حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین. روزی هم که اومدن 22 بهمن 1357 کشور رو تحویل گرفتن، قد گاو سرشون نمیشد، هیچی نمیدونستن. مجاهدین، تودهی ها، مصدقی ها، جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها، چپ اکثریت، چپ اقلیت، اینا یادشون دادن که چجوری باید سوار کار بشن. آخوندا یادگیر خیلی خوبی هستن، یاد گرفتن و بعد زدن تو پوز همه اینها، مصدقی ها، جبهه ملی ها. حالا همشون در رفتن اومدن توی اتاق نشستن، باد دلشون رو خالی میکنن و روشن فکر بازی در میارن. هیچ کدوم هم نمیخوان بگن که ما باعث این کار شدیم. میگن انقلابمون رو دزدیدن. ای خاک بر سر شماها که آخوند انقلابتون رو دزدید. خجالت بکشید. نویتی که گفتم برای اینکه ببینید، من تعریف رژیم گذشته رو نمی کنم، بدیه کسی رو نمیگم، ولی اینها هنوز از رو نمیرن. یارو یه پاش لب گور بدتر از من، ولی همون مزخرفاتی که گفت و مملکت رو به اون نابودی کشوند، همون مزخرفات رو تکرار میکنه. یا مجاهدین عاشورا را میندازن وسطون، تو ایران بهش میگن حسین پارتی، تو شهر اشرف مردم خودشونو میزنن با باور. مجاهدین سینه زنی و زنجیر زنی و چاقو زنی و از این حرفا دارن. آدم اگر از اشتباهش پند نگیره، تا ابد الدهر در جهل مرکب میمونه. این دزدان، دزدان فرستاده الله،
سه تا طویله اسلامی دارن، یکیش خبرگانه، یکیش شوراست و یکیش تشخیصه. سه تا قوه دارن که قوه هاشونم مغننه و قضاییه و مجریه، همه دزدند. یه رئیس جمهور دارن دزده، یه هیئت دولت دارن دزده، یه فیضیه دارن از آخوند چلقوزش تا آیت اللهش دزده، روحانیون مبارز دارن دزدن، اما به بسرای کوتاه بلند سفید و سیاه دارن دزدن. این دزدا یه دونه الله اون بالا کمشون بوده، یه الله هم زیر زمین طبقه هفتم درست کردن. یه نفر از اینا اومد یه بچه درست کرد واسه امام یازدهم، کردش تو زیر زمین بغل خیکای روغنش تو سرداب. بهش گفتن کجاست؟ گفت امام غایب شده، رفته تو سرداب. پول به من بدین من بدم امام. هیچ فرقی نکرده ها، 200 تومن از هر کارمندی دارن میگیرن که بفرستن فلسطین. به قول یارو که میشموره. از شماها صبح تا شب این صندوقای صدقه رو که میبینین تو خیابونا گذاشتن، اینا سرقفلی داره. میگه خیابون فلانو انقدر بده، برو صندوقا رو تو بذار. مردم حالو هم پول میریزن توش. تا وقتی این مردم حالو هستن نوش جون آخوند. یه الله هم بالا یه الله هم پایین، ما همی وسط. هشت پایی به نام اسلام 1400 سال ما رو گرفته بلمون نمی کنه. گرفتاری داریم عزیز من. روز شنبه بازپخش برنامه چهارشنبه من بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش می شود. آخر برنامه بود یک کسی تلفن کرد، اریا کد 201 مال نیوجرسی، 201 261 31 32، یادم نمیره شمارش، 201 261 31 32. یه خانم بود، گفتم بفرمایید. گفت این یارو کیه اینقدر مزخرف داره میگه؟ گفتم مگه تو مرض داری نشستی مزخرف گوش میدی؟ گفت ای آقا شما تربیت ندارین. این زنی که خودش نفهمید که با فوش داره حرفش شروع میکنه، حالا میخواد من قربون صدقش برم. چرا؟ برای اینکه این خودش و شوهرش دوز بودن. دوزای دیگه که میومدن هر مزخرفی این میگفته اونا میگفتن بله قربان. حالا پولا رو برشتن در رفتن اومدن اینجا، هنوزم بلد نیست. هنوزم وقتی میخواد دری بری بگه بلد نیست. اینو منو نمیشناخت. تازه اومده. از این دوزا مرتب دارن میان. پاتوقاشون واشنگتن، تورنتو، ونکوور، جنوب کالیفرنیا، توی ایرواین و اورانج کانتی، تگزاس، پاتوقاشون اینجا هست. حالا دزدیدی خیلی خوب، دزدیدی اومدی اینجا دیگه خپه خون بگی به من چی کار داری؟ شوهرت رفته باز بدزده بیاره، بره بدزده بیاره. تو چی میگی؟ تو عربا باهات چی کار کردن که من مزخرف میگم یارو عربه 1400 سال پیش دعوا شده سر پول، اون درست میگه؟ خب تا وقتی این جانورا هستن، آخون صبح به صبح میره تای چا، صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه پلو امام زمان بودم، اینم کاغذش. شما اگه میخوای به دوزی باید بگی به
اگرم بگی کاغذ دروغی امام زمان کیه میری زندان. ببین عزیز من وقتی اینا رو میگم بعد آخرش میگم درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یعنی تو کار خودتو بکن، من کار خودمو بکنم، به کار هم کار نداشته باشه. این برنامه روزی یک ساعته، تلویزیون های پشم و شیشه 24 ساعتن، 24 ساعته مزخرف میگن، 24 ساعته شرور میگن و تو میشینی گوش میدی. دو کلام حرف حسابی که میاد، یاد اون رفیقی افتادم، ایمیل زده بود، نه تلفن کرده بود، که آقای فاضلی از دست این مردم دارم کلافه میشم. قربونت برم، منم از اون مردم زیاد دارم ولی کلافه نمیشم. یا اونا باید از رو برن یا ما باید از رو بریم، کدوممون باید این کارو بکنیم؟ اگه ما باید از رو بریم، من جزء شماها نیستم. حرف حق به کرسی میشینه. در انگلیس آزادی بیانه، میگه بیاین تو خیابون. روز عاشورا آمده بودن سینه میزدن، چون اسلام برای انگلیس استفاده داره. یه عده اومدن گفتن آقا ما میخوایم تبلیغ بکنیم، ما بی خداییم، ما خدا رو قبول نداریم، ما نه الله قبول داریم، نه یهوه، نه پدر آسمانی، نه هیچ نوع خدای دیگه، میخوایم تبلیغ بکنیم، واسه این کار پول نداریم. اگر کسی میتونه به این سازمان کمک بکنه، ما 8000 پوند احتیاج داریم برای تبلیغات. 150,000 پوند به این مؤسسه کمک شد. 800 تا اتوبوس، اتوبوس‌های دو طبقه قرمز تو شهر لندن که راه میره، یه تابلو روشه میگه که ممکنه اصلا خدایی وجود نداشته باشه. راحت، چون پول اضافه هم آوردن، اینا 8000 دلار یا 8000 پوند فکر کرده بودن که برای خرج تبلیغات میخوان، الان 142 هزار پوند دیگه بودجه دارن، به اضافه اینکه هنوز داره بهشون کمک میشه. توی مترو هم میخوان همین کارو بکنن. شماها که تو انگلیسین عکس بگیرید برای من بفرستید. نه به درد میخوره یه روزی. مردم دنیا بیدار شدند دیگه. اون خدایی که اون بالا بوده و نمیدونم یه بهشت داره اینور پر خانم توش، اینور یه جهنم داره، حسن کبابی داره آدم ها رو میچرخونه کباب میکنه، دیگه تو کت مردم قرن 21 نمیره. زمان زمانی رسیده حرف مزخرف رو کسی قبول نمی کنه، مگر اینکه از بچگی مغز شویی شده باشه، شرور تو کلش کرده باشن و این شرورها رو با خودش حمل کنه. یه دونه داشتم امروز، عزاداری و گریه‌زاری حیوانات در سوگ سید الشهدا. فقط من نمیگم این درسته، نمیگم غلطه، میگم به عقلتون مراجعه بکنین. اگه قبولش دارین من مخلص شما. اگرم فکر میکنید مزخرف، همه دینتون همینه. در کتاب دارالسلام مرحوم عراقی و کلمه طیبه مرحوم نوری و داستانهای شگفت و کتابهای دیگر که مطالعه کرده ام، همه
از عالم جلیل و کامل نبیل صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند ملا زین العابدین سلماسی اعلی الله مقامهی نقل کردند و کرارن از موثقین نقل شده است و آثار حزن از حیوانات در عاشورای آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بارها به چشم مشاهده شده است. حیوانات روز عاشورا همشون غمگینن و گریه میکنن، بعضی حیوانات هم سینه میزنن، زنجیر میزنن، از این کارا میکنن. این عالم بزرگوار که اهل مکاشفه میباشد، این مکاشفه رو یادتون باشه، امروز من با مکاشفه کار دارم، بارها خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف رسیده فرموده این آدم یعنی بزرگترین دروغگو، چون باب چهارم امام زمان اومد گفت امام یه کاغذ به من داده گفته هر کی تا ظهور بعدی من ادعا کرد من دیده دروغگوه. وقتی که از سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام برمیگشتم عبور و گذر ما به کوه الوند افتاد، جغرافیش هم خیلی خوب بوده، حتما از کربلا آمده بوده رفته بوده امام رضا، برگشتنه از الوند رد می شده نزدیک همدان که در نزدیکی همدان واقع شده است. جهت استراحت در آنجا فرود آمدم، موسم بهار بود، همراهان و رفقا و دوستان مشغول خیمه زدن شدند، من هم نظر به دامنه کوه می کردم که ناگهان چشمم به یک چیز سفیدی افتاد. چون تأمل کردم پیرمردی محاسن سفید را دیدم، عمامه کوچکی به سر داشت و بر سکوی نشسته بود که قریب به 400 گز ارتفاع داشت. این یک کسی دید که لباس سفید تنشه، روی سکوی نشسته، 400 تا نیم متر حساب بکنین 200 متر بلندی این سکو بوده، 200 متر. نمیخوایم چیز بکنین، 200 متر یعنی یک ساختمون 70 طبقه، 60 طبقه، چون اگر بلندی هر طبقه رو 3 متر حساب بکنید میشه 66 طبقه. یه سکو بود قد یه عمارتش از 6 طبقه، این یارو اون بالا نشسته بود. کی داره میگه همین یارو که چندین دفعه هم رفته پیش امام زمان اونجا صبونش رو خورده. و بر دور آن سنگ‌های بزرگ چیده که بجز سر آن بزرگوار چیزی از اون نمایان نبود. نزدیک رفته و سلام کردم. چجوری رفته نزدیک سر عمارت 66 طبقه؟ تو که نشستی پای وعظ اینا رو گوش میکنی، تو ببعی هستی، اصلا فکر نمیکنی، فکر تو خونتون جا گذاشتی اومدی. مهربانی نمود پس با من اونس گرفت. حالا شما حساب بکنید با یه نفر بخواید سر تاختمونش از 6 طبقه حرف بزنید، بلنگو لازم داری، داد باید بزنی، چی کار باید بکنی. ولی این یارو چون اهل مکاشفه بوده حتما رفته اون بالا. کم کم با او هم صحبت شدم، فهمیدم که به خاطر گناه و معصیت از شهر و دیار و عیال و خیشان و مردمان دور شده و برای عبادت بیشتر به کوه و دشت آمده و 18 سال است در آنجا بالای همین سکوی 66 متری سکونت دارد و رساله‌ای علمیه علما را هم با خود داشت. از جمله تعریف‌های عجیبه‌ای که برایم نقل کرد این بود. حالا گوش بدید، ببینید این دینتون مزخرف اصلا توش نداره. گفت اولین روزی که من به اینجا آمدم ماه رجب بود و من هم اینجا رو خلوت دیدم، گفتم برای عبادت عالی است.
شروع به تهذیب نفس کردم که نفسمو پاک بکنم. 5 ماه و اندی گذشت، شب مشغول نماز مغرب بودم، ناگهان صدای ولوله عظیم و عجیبی شنیدم. از ترس نمازم را سریع خواندم، یک نگاهی به این دشت و بیابان کردم، دیدم بیابان پر از حیوانات عجیب و غریب است و تا مرا دیدند به طرف من آمدند. استراب و خوف و ترسم زیاد شد و از آن اجتماع تعجب کردم، چون دیدم در آنها حیوانات مختلفه و متضاده اند، مثل شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ با هم مختلطند و به صداهای غریبی سیهه میزنند. پس در این محل دور من جمع شدند، سرهای خود را به سوی من بلند نموده و فریاد میزدند. با خودم گفتم دور هم جمع شدن این وحوش و درندگان که با هم دشمنند برای دریدن من نیست، زیرا اگر برای من بود هم دیگر را می دریدن، پس باید برای امر بزرگی باشد، یک حادثه عجیبی باید در دنیا رخ داده باشد. خوب که فکر کردم دیدم امشب شب شهادت آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. وقتی مطمئن شدم عمامه را از سر برداشتم و بر سر خودم زدم، مثل اون یارو که فیلمش دیدین تو شیراز کرد، و خود را از این مکان انداختم. از اون بالا 66 متری از اونجا خودش انداخت و گفتم، میگفتم حسین حسین شهید کربلا حسین و امثال این کلمات. پس حیوانات در وسط خود جایی برایم خالی کردند و دورم حلقه زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می زدند، بعضی خود را به خاک می انداختند و همینطور تا طلوع فجر عزاداری می کردیم. پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین ترتیب یک حیوانات رفتند و متفرق شدند. از آن سال تا به حال که مدت 18 سال است، این عادت ایشان است و هر وقت من فراموش می کنم یا بر من مشتبه می شود، اونا سر سال سر روز عزاداری میان اینجا و همین دروغایی که من بهتون گفتم تکرار میشه. اینا رو اگه بگیم باید مثل ببعیا بگیم با این یارو راست گفته، برای اینکه از اول هرچی دروغ گفتن گفتی با بازم بهت میگم. اگر ایمانت محکمه اینو باید قبول کنی، چون ایمان شعور رو میشوره، عقل رو زایل میکنه. ایمان دو تا چیزه که اختیارت از دستت میگیره، یکی دینه، یکی این چیزهای اشتراکی مثل لنینیسم و مارکسیسم و کمونیسم و هر اسم. میگه تو حق فکر کردن نداری، تو به من ایمان بیار، من برای تو فکر میکنم. تو حق فکر کردن نداری، تو فقط باید ایمان بیاری. تو مجری هستی، تو ببعی هستی، این چوبه دست منه، از هر ولی میگم تو باید بری، هر وقت میخوام سوارت بشم باید بشم. دین میبرتت به ناکجا آباد، برات یه چیزایی میگه از عالم غیب و تو هم چون اسم واسش گذاشتن باید قبول کنی. یا آقایی برای من نوشته که اینا رو به من بگو. علی اللهی: جن، ماورا و طبیعه، روح، مکاشفه. هی مرتب از من میپرسن اینا یعنی چی. علی اللهی
یعنی یه آدمی پیدا شده میگه علی این چیزی که آل دالفک نوشته نیست، میگه علی این نیست. شما ها همه دروغ میگه. میگه علی اصلا پسر عموی محمد نبوده، علی آلت قتاله محمد نبوده، گردن زن نبوده، آدم کش نبوده، علی خدا بوده. اون اللهی رو که محمد میگه دروغی داره میگه؟ علی اللهه، این علی اللهیه. حالا بازم من میپرسی که عقیده من راجع به این چیه؟ عقیده من راجع به اون همین عکسیست که همیشه نشونتون میدم. الله شما رو پیدا میکنم بعد. این اللهتون، علی اللهی یعنی این اللهه. یه بخواه قبول کنی نکن، بخواه قبول کنی بکن. من چون بابام علی اللهی بوده، منم میخوام علی اللهی بشم. بابا چینه سوار میشته، تو هم چینه سوار شو، چرا اتومبیل سوار میشی؟ با بزرگ چارق میپوشته، چرا تو کفش میری آخری مدل میخری؟ با بزرگت نه تلویزیون داشت، نه رادیو، نه کامپیوتر. روزی هم که هر کدوم این آمد، آخوندا گفتن اینها ماها رو آلوده میکنه. حالا که دست خودشونه ازش استفاده میکنن. روح چیه؟ 10 دانشگاه گفتن روح رو قبول داریم، 25 احتیاج به این حرفا نداره. روح اگه باشه من تو هم میبینیمش، احتیاج به دانشگاه نداره. اون دانشمندی که روح دیده اون دروغگوه، مثل همین یارو که حیوانات رو دیده خودشون میمالوندن به خاک. میدونم یه عدتون باور دارین روح هست، میدونم یه عدتون میرین احضار روح. عقیده من نمیخوای، من عقیده خودمون میگم. اگر این 6 میلیارد جمعیت کره زمین بگن روح وجود داره، من قبول نمی کنم. چه برسه 4 تا شاخ شکسته یا 4 تا شاخ درست. توی دانشگاه ها میشینن طراحی میکنن چجوری کلاه مردم بدبخت جهان سوم رو بردارن. شما فکر کنی هر کی هرچی دانشگاه گفت درسته؟ این دانشگاه استنفورد جمهوری اسلامی حق حساب داد، یه نفر استادیارو از دورغوزآباد آورد اونجا به نام آقای دکتر عباس میلانی، کردش رئیس کرسی ایران شناسی. دانشگاه هاروارد محققش دکتر سروش مهدی دامغانی دباشی، نمیدونم اینایی که مغزشون یه جای دیگه است. یا روح یه زنی کم بود چادر سرش بود تو دانشگاه هاروارد، هم همینجوری با این چادره اینجوری را میره، معصومه نمیدونم چیه، از این از همین خواهر زینبا بود اومده بود، حقیقت جو، فاطمه حقیقت جو. آخه مگه هر غلطی تو دانشگاه کردن آدم باید بگه با چون تو دانشگاه گفتن؟ من دارم به تو میگم، من هر چی دارم میگم همه رو بهش شک بیار، خودت برو تحقیق کن تا بفهمی. قرار نیست من همه حرفام درست باشه، یا دانشگاه همه حرفاش درست باشه، یا محمد و علی و نمیدونم پیغمبرها حرفاشون درست باشن. هیچ کسی راستشو نمیگه. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد،
گفتم برای خوردن آمده است. تو حالا برو خودت جر بده. اربعین شهدین چهار روز دیگه میاد، شعله زرد چرب و شیرینه. من خیلی خوشحالم که به این چیزای عزاداری میگن حسین پارتی. دختر پسرها میگن این تنها جایی کسی نمیتونه مزاحم ما بشه، ما میریم. خوب کاری میکنید. این یه نوع مبارزه است. میدونید ما کسی نداریم اینا رو جمع بکنه با هم دیگه. الان دانشجوها رو وقتی بر من این کلیپ ها رو میفرستن، میبینم همه جا دانشجوها واقعا وایسادن و دارن دفاع میکنن، دارن حرف حسابی میزنن، جرأت پیدا کردن. زندانم میکنی بکن، شکنجه میکنی بکن، من حرفمو میزنم. این ملت داره زنده میشه، اما هیچ کسی نیست اینا رو به هم پیوند بده. خودتون تو خودتون یه کاری بکنید، یهو یه روز اعتصاب سراسری بکنید دانشجوها. این بشکه باروت احتیاج به یه جرقه داره، یک جرقه منفجرش میکنه. بدبختانه رهبر نداریم ما، هر کی هم راجع به هر کی میگه بی خودی حرف میزنه، آخرش هم دلیل میارن منتظر چراغ سبزم و چراغ آبی و چراغ زرد و چراغ هر پا چیه. آدم یا میتونه میجه یا نمیتونه میذاره کنار. کار من کار سیاست نیست، چون هر چی میگن دروغ میگن و من نمیدونم کدومشو باور کنم. نتیجتا همشو باور نمی کنم. هر روزا یکی با من راجع به همین مجاهدین حرف میزد، خیلی راحت گفتم اگه قرار مجاهدین برن ایران من آخوندها رو ترجیح میدم. حقیقتیه، چیزی از کسی نمیخوام، این اعتقاد شخصی منه. شما که میدونین من ضد آخوندم، ولی وقتی ازم پرسیدند مورد سوال قرار گرفتم، راحت حرفمو زدم. نه دشمنی با کسی دارم نه هیچی، ولی اینا به آخوند یاد دادن چجوری آدم بکشه. اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ادبیات پارچه‌ای خیابانی برای حجاب، نهی از منکر از خیمگاه عشاق حسین به دختر ایران زمین. خواهرم ای دختر ایران زمین، در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش و روز معاد، طره گیسو مده در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهرم ای دختر ایران زمین، یک نظر عکس شهیدان را ببین. حالوها رو. خواهرم این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. در امور خیش سرگردان مشو، نو عروس چشم نامردان مشو. گوینده خیمگاه عشاق حسین علیه السلام. تنازم با تی دو نقطه نوشته، چون در اینجا اشاره میکنه من براتون میگم. در پاسخ حضرات عشاق حسین از زری دلنشین: ای فلانک خاک عالم بر سرت،
گر چنین گویی سخن با خواهرت، خواهر تو نیستم البته من، پس فزونتر از دهانت زر نزن. چشم هیز و خوی بد، فکر پلید از دل هر مصرعت آمد پدید. زشتی دید و کلام و ذات تو، هست پیدا در همه ابیات تو. از خرد چون کم رسیده سهم تو، نیست زیبایی من در فهم تو. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست طنازی به تای دستدار. اینجا طناز چون با تی دو نقطه نوشته، میگه با تی دستداره. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست طنازی به تای دستدار. یا نمیدانند عشاق حسین، فرق ساده را میان تا و تین. همچنین آرایش من ای عمو، در خیابان نیست کم یاوه بگو. جای آرایش چه نزدیک و چه دور، سالن زیبایی است ای بیشعور. من لباس تنگ می پوشم بله، پوشش خوش رنگ می پوشم بله. می شوم طناز و زیبا و ملوس، می خرامم در چمن چون نو عروس. زلف خود ریزم بیرون از روسری، می کنم در چشم مردان دلبری. طره گیسو دهم در دست باد، گور بابای تو و روز معاد. خیالش راحت کرد. اینو خوندم که دیگه از اون بحثا بیایم بیرون. یه مقداری اینجا چیزی یادداشت کرده بودم براتون بگم. ببینید، اینی که براتون خوندم، یه مطلبی نوشته بودم اینجا. آخوند سعی میکنه شعور انسانها رو زایل بکنه. وقتی شعور رو زایل کرد، اون وقت سواری میگیره. اگر انسانها شعور داشته باشند، به آخوند سواری نمیدن. دین، مذهب، خدا، محمد، حسین، حسن، نمیدونم. ببینید، شما وقتی یه مغازه فرض کنید خاربار فروشی باز میکنید، باید برید وسائلی که مردم میخوان بخرید، بیارید بذارید اونجا، که یه نفر که میاد برنج میخواد برنجشو بخره، یه نفر روغن میخواد روغن بخره، یه کره میخواد، یکی هر که هر چیزی میخواد بره بخره. دکون آخوند الله، محمد، علی، حسین، امام زمونه. بقیه‌ام جزو عباب جمعی اینان، جعفر صادق و محمد باقر و گاهی وقتا میرن سراغ سامن الائمه. و سامن الائمه داشت میرفت، یارو اومد جایی که هیچ کسی نبود. این معجزه ها همیشه یه جایی هست که کسی نیست، یا سر طبقه شستومه. یه کسی یه آهوی رو داشت میبرد، سامن الائمه که داشت بود مشهد ولیعهد مأمون بشه، یارو رو صدا کرد، گفت آقا شکارچی. گفت بله. به چه زبونی نمیدونم، چون اون ایرانی بود، این عربه. سامن الائمه فارسی بلد نیست، فقط عربی بلده. گفت این آهو رو ولش کن بره بچهش شیر بده بیاد. گفت ولش کنم که بر نمیگرده. گفت چرا؟ به من قول داد، همین الان که از جلو من رد میشدین، به من قول داد که من اگه این ولم کنه برم بچه‌مو شیر بدم بر میگردم. یارو هم میگه خیلی خوب، چشم، ببینیم این یارو چی میگه، این عربی که اینجا هست چی میگه. یارو نه مسلمان بود نه هیچ، چون خود حدیث میگه ها، آهوه میره و اینا میشینن دو چایی میخورن دم قهوه خونه. و حالا اون وقت قهوه خونه بوده چایی بوده، من نمیدونم، یه چیزی زهرمار میکنن هر دوشون. سمتوش نبوده، اگه سمتوش بود دیگه به مشهد نمیرسید که اونجا بره توی توس بمیره. بعد آهوه میاد و گردنش اینجوری میکنه، میگه چیز کن، بنده تو بنداز به گردن من. طرف که میبینه اینجوریه، آهو رو ول میکنه و مسلمون میشه.
حالا اینا هر کی گفته برای آدم‌های نفهم بیشعور گفته. آهوه به چه زبونی به سامن الائمه صحبت کرده؟ یک. دو، قول داده که بره بچهش شیر بده برگرده دوباره یارو تناب بنزه گردنش بره، خب فردا بیشیری میمیره. بعدم یاروی که اصلا رفته یه آهو گرفته، یه عربی نشسته اینجا، این دوتا با چه زبونی با هم دیگه حرف می زدن؟ ما فکر نمی کنیم، شعور ما رو زایل می کنند که ما نتونیم فکر کنیم. هرچی آخوند میگه در مقابلش مثل ببایی بگیم چی؟ درست گفتید. آقایی نوشته بودن که شما چرا راجب صادق هدایت صحبت نمی کنید؟ صادق هدایت صحبت نداره، کتابهاش هست، هم در ایران هست هم در خارج از ایران، 22 تا کتاب داره، هر کدوم رو میخواین بخونین. راجبه 4 تا کتاب آخریش من همیشه صحبت میکنم. افسانه آفرینش یکیشه، بعثت الاسلامیه اسلامیه الال بلاد افرنجیه یکیشه، توب مرواری یکیشه، و یکی دیگه. من این 4 تا رو آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب درست کرده و به نام افسانه آفرینش. آیا کسی خرید؟ نه، ما کتاب نمیتونیم بخونیم، ما تنبلیم، ما کتاب خونی نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم بشینیم حرفا رو گوش بدیم بگیم به به این فاضلی عجب خوب حرف میزنه. بعد این آقا از من میگه که چند دقیقه از وقتتون رو بذارین راجع به صادق هدایت صحبت کنید. کتاباشو نمیخواد بخونه، من بشینم راجع به صادق هدایت صحبت کنم. از نظر من صادق هدایت آدم بزرگیه و من صادق هدایت شناس نیستم، میتونم تعریف کنم زندگیشو، اما صادق هدایت رو باید بخونی تا بشناسی، نه من تعریف کنم. همینجوری که میگم محمد اگه میخوای بشناسی چیکار کن؟ این قرآن رو به فارسی به زبونی که بفهمی بخون. این قرآن به زبون ساده فارسی نوشته شده، فرقش با ترجمه های دیگه فکر نکنید تافته جدا بافته است. تنها فرقی که با کتاب های دیگه قرآن داره ترجمه قرآن به این صورته. این الان سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید، خدا می خواهد بار شما را سبک کند. یعنی فارسی فارسی ترجمه شده. برای اینی که من همش اینو تبلیغ میکنم میگم بخونید. چرا تولدی دیگر رو من اینقدر تبلیغ میکنم میگم بخونید؟ برای اینکه شما با خوندن اون کتاب دوباره متولد میشید. من نمیخوام دنبال حرف من بری، من میخوام خودت بخونی متوجه بشی. برای همینه بهت میگم 23 سال خودت بخون، علی نماد شیعه‌گری رو خودت بخون، کتاب‌های شجاع‌الدین شفا رو بخون، کتاب‌های انصاری رو بخون، کتاب‌های میرفطرس رو بخون. بخون، هی نشین قصه گوش بده. دوستانی که راجع به فراخوان و اون برنامه بعدی و اینا، این یه مقداری اطلاعات برای من بفرستین، من ببینم باید چی کار بکنم. شما فکر نکنید اگه یه چیزی برای من امروز بفرستید بگید فردا به همه بگو اینا رو بگن من بتونم بگم. زمان میخوام، من
و اصولا باید بدونم چی کار میخوام بکنین که من بشینم طرح براش بریزم، نه اینکه برم با مردم صحبت کنم که شما چی کار میخوان بکنید. اگر به من اطمینان کنید، منم به شما اطمینان میکنم. دوستی که گفته بودند دو سه ماه دنبال حرفای تو رفتم، چند تا کتاب خوندم، حالت عجیب و غریب پیدا کردم، کاملا طبیعیه. ببین عزیز دلم، یه مشت تو چونه آدم که میخوره 5 دقیقه گیجگیجی میره. این چیزهایی رو که یاد گرفتی همش میای میشینی افسوس میخوری، ای داد بیداد، من 20 سال سرم کلا رفته، من 30 سال سرم کلا رفته، چجوری بوده اینا که همش دروغ بوده، که چون خودت رفتی پیدا کردی و فهمیدی. چجوری من، چجوری سر من کلا گذاشتن، چجوری این حرفا میاد تو مغزت، اینا چیز طبیعیه. ولی با خوندنهای بیشتر میبینی که از همین جا که به آگاهی و دانایی و خرد رسیدی بایستی از خودت سپاسگزار باشی، برای اینکه خیلی ها هستند همین حرفا رو میشنوند، مثل همون خانمی که بهت گفتم، فکر میکنه من مزخرف میگم، به دینش مراجعه نمیکنه ببینه کی مزخرف میگه. یک مشت لاتائلات و مزخرف و حرفای عجیب و غریب و نمیدونم جن و روح و دیو و شق شدن دریا و با الاغ محمد رفت به آسمون و نمیدونم شق القمر و ابوالفضل بیدست اومد یهو دست پیدا کرد فلانی رو گرفت گذاشت سر سنگ. و ببینید اینا از بس که تو گوشش رفته، یا همین حیوانات اومده بودن شب روز عاشورا خودشونو میزدن، اینا رو تمام کتاب‌های مذهبی همیشه رو به راست، هر کسی بتونه قرآن رو به فارسی از اول تا آخر بخونه جایزه داره. میدونی چقدر آدم به من میگه آقا من 15 صفحه خوندم، میگم اینا چیه؟ تو از قرآن اینی میدونی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ای بابا، این که دین نشد که. اگر قرآن چیز خوبیه به زبون فارسی به همه بگین، چرا ساز آواز رو سش میذارین؟ اخیرن که با داریه و دنبک و اینا آوردنش. اگه قرآن چیز جامعیه حدیث میخواد چه کنه؟ اگه قرآن چیز جامعیه سنت میخواد چه کنه؟ ناقص بوده که اونا رو آوردن. با قوانین قرآن تو یه دهکوره رو نمیتونی اداره کنی، چه برسه یه کشور رو. حالا من هرچی اینا رو بگم با اونی که خودت بری بخونی زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همینه من اصرار میکنم، میگم قرآن رو اولین کتابی که میخوای بخونی قرآن رو به فارسی بخون. اون کسی که شعورش ازش گرفتم میدونی چی به من میگه؟ میگه آقای فاضلی من قرآن اگه بخونم دینم از دست میدم. میگم دین چیه؟ میگه اسلام. میگم اسلام کتابش چیه؟ میگه قرآن. میگم خب اگر
کتاب دینی تو بخونی دین تو از دست میدی، میگه آخه اون توی چیزاییه که به من گفتن اگه اشتباه بخونی میری جهنم. حالا این خانم من نمیدونم تو بهش میخواد بره چیکار کنه، ظرفشویی کنه، کنشویی کنه، من نمیدونم تو بهشی میخواد چیکار کنه، چون بهش به سبک 1400 سال پیشه، اونجا ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی اینا نیستش، همه رو با دست باید چیز کرد، چون جوب آب لوله کشی نیست، جوب آب، جوب شیر، جوب عسله. چیکار میخواه بکنی؟ میخواه بری بهش چیکار بکنی خانم؟ حوری های 15 ساله اونجا هستن با پستان های نرسیده. قرآن میگه تو میخواه بری چیکار بکنی؟ کلفت کی میخواه بشی؟ کسی به تو نگاه نمیکنه اون تو. بعدم مگه تو بهش غیر از این دشلوش های تازیان 1400 سال پیش یا این آدم کشا کسای دیگه هم هستن؟ مطابق باور تو رو دارم میگم. دوستان، شما رو به هر چیزی که اعتقاد دارید قسم میدم، من مثل الله نیستم به نمیدونم زیتون و به میدونید الله قسم که میخوره تو قرآن میگه والتین و زیتون، به انجیر و زیتون قسم. آخه خدا چه احتیاجی داره قسم بخوره؟ اونجایی که دنبال تفکرات مهری میره میگه و شمس و ضحاها، به خورشید قسم، به نور قسم، به ظهر قسم. بیایید برید دین مهری رو بخونید ببینید که مهری ها این شما ها صبح بلند می شدن به طرف مشرق، وقتی قبل از طلوع خورشید وای می شدن به شفق که از ستیق کوه می زد، به اون دعا می کردن، نماز می خوندن. وقتی خورشید می اومد وسط آسمون به این خورشید نماز می خوندن. وقتی غروب می کرد به این خورشید نماز می خوندن. و تو مسلمون همون کار رو داری میکنی به زبون عربی. اینا جای پای وجود باور مهری هم تو زرتشتیه، هم توی یهوده، هم توی اصلا مسیح که همش همونه. و اکثر چیزهایی که تو قرآن، چرا خدا به خورشید قسم میخوره؟ چرا؟ کسی فکر نمی کنه، کسی اصلا نمی دونه و شمس و ضحاها یعنی چی. و القمر اذا تلاها، ببینید اینا همه از یه جاهایی اومده، توسط یه کسایی به محمد گفته شده، اونم شعرگونه و عربی گفته. متاسفانه این ساعت خیلی تونتون راه میره، نمیشه زیاد راجبش حرف زد. من تنها کاری که میتونم بکنم اینی که بگم که همون جوری که اون خانومی که از نیوجرسی زنگ زد، همه حرفای من مزخرفه. برو راجبش فکر کن، برو کتاب بخون. وقتی خردت زیاد شد، خودت قضاوت کردی، به هیچ کسی نه به من احتیاج داری نه به آخوند. خودت حداقل راه زندگی خودت رو پیدا میکنی. این رو بهش میگن خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.